بقیه داستان رفتن خواجه به دعوت روستایی سوی ده. شد زهد هین باز گرد ای یار گرد، روستایی خواجه را بینخانه برد. قصه اهل سباب یک گوشه نه، آن بگو کان خواجه چون آمد به ده. روستایی در تملق شیوه کرد، تا که هضم خواجه را کالیوه کرد. از پیام اندر پیام او خیره شد، از پیام اندر پیام او خیره شد، تا زلال هضم خواجه تیره شد. هم از اینجا کودکانش در پسند، نرتع و نلعب به شادی می زدند. همچو یوسف کش ز تقدیر عجب، نرتع و نلعب ببرد از ظل آب. آن نه بازی بلکه جانبازی است آن، حیله و مکر و دغاسازی است آن. هرچه از یارت جدا اندازد آن، مشنو آن را کان زیان دارد زیان. گر بود آن سود 100% مگیر، بهر زر مگسل ز گنجور ای فقیر. بهر زر مگسل ز گنجور ای فقیر. این شنو که چند یزدان زجر کرد، گفت اصحاب نبی را گرم و سرد. زان که بر بانگ دهل در سال تنگ، جمعه را کردند باطل بیدرنگ. تا نباید دیگران ارزان خرند، زان جلب صرفه زما ایشان برند. زان جلب صرفه زما ایشان برند. ماند پیغامبر به خلوت در نماز، با دو سه درویش ثابت پر نیاز. گفت طبل و لهو و بازرگانی، چونتان ببرید از ربانی. قد فزستم نحو غمهنها اما، ثم خلیتم نبیا قائما. بهر گندم تخم باطل کاشتید، وان رسول حق را بگذاشتید. صحبت او خیر من لهو است و مال، بین که را بگذاشتی چشمی به مال. خود نشد حرص شما را این یقین، که منم رزاق و خیر و رازقین. آنکه گندم را ز خود روزی دهد، کی توکلهات را ضایع نهد. از پی گندم جدا گشتی از آن، که فرستاده است گندم ز آسمان.